میدونستی توی فیلم 12 سال بردگی مایکل فاسبندر از گریمورش درخواست کرد که سیبیلشو با الکل قرمز رنگ کنه تا بقیه بازیگرا واقعا به بوی بدش عکسالعمل نشون بدن و حس ناخوشایندی داشته باشن وقتی که باهاش سکانس دارن. لطفا فالو کن. میدونستی توی فیلم زوتوپیا وقتی افسر هابز بالا پایین میپره و ماشینها رو جریمه میکنه و جیواک میکنه هیچ قانونی رو نمیشکنه و حتی دو طرف خیابون رو هنگام گذر ازش نگاه میکنه؟ طرفداری زوتوپیا فالو کنن. میدونستی توی فیلم جنگ ستارگان انتقام سیث ربات جنگی بیوان توی پشت صحنه به بغل دستیش میزنه که جنرال گریویس رو نگاه کنه چون میخواد لایت سیبراش رو فعال کنه؟ اگه لایت سیبر میخوای فالو کن. میدونستی توی فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی پدر ویلی وونکا با توجه به اینکه طردش کرده بوده تمام موفقیت های پسرش رو قاب کرده و به دیوار زده؟ این کار در واقع برگرفته از زندگی تیم برتون بوده چون وقتی تیم به دیدن مادر در حال مرگش رفت با اینکه مادرش خیلی ازش راضی نبود ولی پوستر تمام فیلمهاش روی اتاقش قاب کرده بود. اگه مامانت دوست داری فالو کن. میدونستی توی فیلم هری پاتر شاهزاده دورگ روزنامه روزانه خبر از این میده که امیلیا بونت توی خونش در حالی پیدا شده بوده که مرده بوده؟ این همون جادوگریه که از هری توی فیلم محور ققنوس دفاع کرد و برای همین ولدمورت اون رو به قتل میرسونه؟ طرفدارای هری پاتر فالو کنن. میدونستی توی فیلم نمایش تورومن زوجی که سر میز نشستن در واقع مالکین ملک دریا کنار رابط و دریل دیویس هستن که به این شرط اجازه فیلمبرداری به عوامل دادن که یک نقش کوچیک توی فیلم داشته باشن؟ اگر دوست داشتی فالو کن. میدونستی توی فیلم مردن سیاه پوش دو مامور چی به مامور تیم میگه که ازدواج کن و کلی بچه بساز و با یه پیش خدمت رستوران آشناش میکنه و ما توی مردن سیاه پوش 3 همون پیش خدمت رو میبینیم که ازدواج کرده و چند تا هم بچه داره؟ نینیا رو دوست داری فالو کن. میدونستی توی فیلم جیغ وقتی که داشتن سکانس اول فیلم رو میگرفتن درو بریمور به صورت اتفاقی چند بار به پلیس زنگ زد چون مسئول اشیا یادش رفته بود سیم تلفن رو قطع کنه و دور هم زنگ میزد جیغ میزد و تلفن رو قطع میکرد؟ پلیس هم زنگ زد و متعجب ازشون پرسید که چرا این کارو میکنن؟ لطفاً فالو کن. میدونستی توی فیلم میان سیاره‌ای برای اینکه طوفان شن رو طراحی کنن کریستوفر نولان یک شهر کامل رو اجاره کرد و از فنهای بزرگ برای پراکنده کردن غبار مصنوعی مبتنی بر سلوت استفاده کرد چون نمیخواست از جلوه‌های ویژه استفاده کنه و بعد از فیلم برداری هم کل شهر رو پاک کردن؟ لطفاً فالو کن. میدونستی توی فیلم بیبی راننده توی این سکانس که بیبی داره قهوه سوارش میده نقاشی که روی دیوار خیابونه بالاش قلب مشکی داره اما وقتی بیبی دبرا رو توی خیابون میبینه قلب رنگش قرمز میشه؟ عاشقا فالو کنن.